از اونجایی که جمهوری اسلامی به تخت خواب آدم هم کار داره، دو تا اصل رو برای زنان در هنگام رابطه جنسی تعریف کرده. طبق اصل اول، تمکن در هر زمانی که شوهر بگه بر زن واجبه. و طبق اصل دوم، تداوم اصل درخواست اول همیشه پابرجاست. سه تا سریال و یک فیلم این اصول رو شکستن. فکر میکنم که اصل اول برای همه واضحه و کاری به رضایت زن نداره و نتیجهش اون چیزی میشه که ما در سریال خاتون شاهد اون بودیم. اصل دوم در از ادامه پیدا کردن یک سنته. ما توی شرق عمدتاً این انتظار رو داریم که درخواست کننده رابطه جنسی مردا باشن. بنابراین میشه نتیجه گرفت که اصل اول نتیجه اصل دومه، یعنی درخواست ها همیشه باید از طرف مرد باشه و زن باید تمکن کنه. از اونجایی که اصل سینما به قانون شکنیه، همونطور که گفتم این اصول توی 4 محصول سینمایی شکسته شد. داخل فیلم کاغذ بیخط، زمانی که زن بعد از 10 بر میگرده و خونه رو آشفته میبینه، شب جمعه است. مرد به طور غیر مستقیم به زن درخواست رابطه جنسی میده، ولی زن درخواستش رو رد میکنه. این آشغالا 10 رو هم تلمبار شدن که من بیام بروفم و بسابم و بشورم. امشب و بگذر، فردا بشور و بساب. من سلامتی امشب انگار شب جمعه است مثلا. روح بابای صابخونه شب جمعه میاد خونه؟ بعد از اینکه خونه مرتب شد و مرد فیلمنامه زن رو مطالعه کرد و جهان رو از دید زن دید، مرد دوباره درخواست میده و این بار زن با اختیار کامل اون رو قبول میکنه. بنابراین در فیلم کاغذ بیخط اصل اول شکونده میشه. خوابت نمیاد؟ تو سریال زخم کاری 3 متاسفانه اصلی که شکسته میشه به خوبی نمایش داده نشده، ولی در هر صورت همونطور که گفتم یکی از این اصول شکسته میشه. سکانسی که داریم در موردش حرف میزنیم متاسفانه گل درشته. در این سکانس مالک وارد خونه سرد میشه و قول میده که فردا شوپاش ها رو تعمیر کنه تا خونه از این سردی در بیاد. خونه سرده، فردا شوپاش ها رو درست میکنم. همچنین در این سکانس برای اولین بار سمیرا قدرتش رو آزمایش میکنه. ما میدونیم که اون و مالک با هم قریبن، بنابراین سمیرا هنوز نمیدونه که چقدر کنترل روی مالک داره. در این سکانسه که اصل دوم شکسته میشه و سمیرا درخواست رابطه جنسی میده. اگر این سکانس رو با دقت نگاه کرده باشید، اون موقعی که داره به سمت اتاق خواب میره، چند بار بر میگرده و به مالک نگاه میکنه. همونطور که گفتم اون داره تست میکنه که ببینه مالک چه عکس‌العملی نشون میده. سریال بعدی که قانون اول و دوم رو با هم شکونده سریال شهرزاده. اگه یادتون باشه زمانی که شهرزاد با قباد ازدواج میکنه و قباد برای اولین بار شهرزاد رو میبینه، حسابی ذوق زده میشه. بنابراین احتمالاً توی ذهنش اینطور فکر میگرده که در همون شبهای اول میتونه رابطه جنسی با شهرزاد برقرار کنه. ولی همونطور که شما هم میدونید شهرزاد اجازه این کار رو نمیده. تا اینکه چند روز میگذره و بالاخره شهرزاد در رو باز میکنه. در اصل در این سکانس ها شهرزاد اصل اول و دوم رو میشکونه. اون زمانی که قباد درخواست رابطه جنسی داره بهش اجازه رابطه جنسی رو نمیده. ولی از اون ور اولین کسی هم هست که اجازه میده رابطه بین اون و قباد شکل بگیره.
اون همچنین زمانی که با فرهاد ازدواج میکنه در یک سکانس عاشقانه دستش رو به سمت فرهاد دراز میکنه و اون رو دعوت به معاشقه میکنه. در اینجاست که اصل دوم شکسته میشه. سریال بعدی که میخوایم در موردش حرف بزنیم سریال در انتهای شبه. اگه یادتون باشه قبل از طلاق ماهی و بهنام، بهنام درخواست میکنه که با ماهی داخل اتاق خوابشون کنار هم باشن. ولی ماهی این رو قبول نمیکنه. اینجاست که اصل اول شکسته میشه. در نهایت اینطور به نظر میرسه که سینما علاقه داره این خط قرمزهای تعریف شده توسط جمهوری اسلامی رو بشکنه که خوشبختانه خبر خوبیه.